فکر میکنم یکی از جذابترین بازی های امسال بود، حداقل برای خود من. بچه همون خیلی زحمت کشیدن، با اینکه پنج گیم ما سوار بازی بودیم، حالا یه سری مشکلات ریز داشتیم که بازی اینقدر حساس شد، وگرنه میتونستیم خیلی زودتر از اینا گیمو تموم کنیم، بازی رو برنده باشیم. خدا رو شکر بازی خیلی قشنگی از آب در اومد، تماشاگر پسند بود. انشالله آماده میشیم برای بازی یک شنبه‌مون روبروی گنبد. ما 5 تا 6 تا بازی دیگه مونده، هر بازی برامون حکم یه فینالو داره. تمام تمرکزمون بازی به بازیه که انشالله بتونیم بهترین نتیجه رو تو آخر فصل بگیریم و مسو برگردونیم به اون جایگاه واقعیش. خسته نباشید میگم به هر دو تا تیم. به هر حال فکر میکنم من 48 ساعت دارم رو تیم کار میکنم که این تیمو دست کم نگیرم و این اتفاق بازم افتاد. من حتی سر تمرین دیروز با بچه ها مفصل صحبت کردم، چون بحث روی روانی داشتیم. ما بعد از برد فکر میکنم که یه خورده خوب عمل نکردیم، از بابت اینکه فکر میکنم که بچه ها یه ذره توی خواب بودن. من هر چقدر که دیروزم سر تمرین و دو تا جلسه برای اینا گذاشتم صحبت کردم که این تیم نمیاد به شما ببازه، ولی متاسفانه دیدگاه بچه ها به جایگاه جدول مصر بود. قطعا این تیم شایسته ایه و تیم خوبیه، خیلی خوب بازی کردن. ما اصلا ست اول فکر میکنم هیچ دفاع روی توری نداشتیم، مشکل حمله داشتیم. شاید از ست دوم که من اینقدر تعویض کردم 6 تا بازیکن که بتونن والیبال بازی کنن یه ذره پیدا کردم، داخل زمین گذاشتم، یه تغییراتی دادم. خب همه چیز داشت خوب پیش میرفت، 2-2 هم برابر شد، بازی هم 15-13 شد. باید از این بازی درس بگیریم، مخصوصا بچه‌هایی که جوان‌ترن. ما باید هم ظرفیت بردن رو داشته باشیم، هم ظرفیت باختن. فکر می‌کنم که ظرفیت برد گیتی پسند و تیم ما نداشت.